در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم یک واقع در شهرک پنج ولایت خطلان بخشیدن به استقبال 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جهت احیای رشد دیوار سیاحی و هنرهای مردمی صاحب کسب نمودن زنان و دختران خانه‌نشین تشکیلات جمعیتی بانوان پنج در همکاری و دستگیری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهر عملی نمودن لایحه رشد هنرهای مردمی میان جوان دختران امید رشد اقتصادیات محل چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. در این چاره‌بینی نماینده مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه، کارمندان کسب و کار گوناگون، خوانندگان همین مؤسسه و دیگر شخصان مسئول اشتراک داشتند و از هنرهای والای آنها که 60 نفر جوان دختران ناحیه با 3 کورس کوتاه مدت اوید به آموزش کسب‌های بافندگی، مهربافی، گلدوزی و کروکدوزی فرا گرفته شدند، دیدن کردند. هدف از عمل کردن لایحه مذکور بهداشت سطح زیست اهالی، پس کردن سطح کمبزاحتی، رواج خودفعالیتی زنان و دختران، اساس گذاشتن بر رشد صاحبکاری، احیا و رواج هنرهای مردمی، دستگیری شهروندان تشبثکار، پیشگیری پنجشنبه فرهنگ بیگانه پرستی، ترغیب لباسهای ملی و مانند اینها میباشد. معرفی هنرهای مردمی به نورسان و جوانان و بالا بردن احساس احترام به آنها اجرای کار بیشتر را طلب نمی کند. یکی از راه های آموزش این هرچی بیشتر جلب هنرمندان مردمی به مؤسسه های تعلیمی و در همکاری با آنها آموزاندن هنرهای دستی می باشد. زیرا در هر یک دهه هنرمندان مردمی زندگی می نمونند که برای رشد هنرهای مردمی سهمی بریز دارند. در انجام چاره‌بینی به 60 نفر جوان دخترانی که مدت یک ماه کورس های کوتاه مدت مهربافی کروکدوزی بافندگی را از خود نموده از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با سرتیفیکات سرفراز گردانیدند. عبدالرحمن عزتمند، حبیب‌الله خوشوقت، ناحیه 5، جهان‌نما.